به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید اشرف غنی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات طالبان باید آتش بس کنند در مذاکرات سال در قطر حملات و طالبان همچنان در کشور ادامه دارد با این حال رئیس جمهور غنی از طالبان خواسته است که به خاطر به نتیجه رسیدن مذاکرات سال آتش بس اعلام کنند رئیس جمهور این درخواست را در واکنش به ترور ایوب معاون شورای ولایتی پکتیا مطرح کرده است ایوب صبح امروز شنبه 29 سنبله هنگام که به دانشگاه در حرکت بود در مربوطات شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا کشته شد ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه حمله بر ماون شورای ولایتی پکتیا را تقبیه کرده است در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور آمده است که تامین صلح پایدار یکی از اهداف مذاکرات و صلح است و به خاطر رسیدن به این اهداف طالبان و خواست مردم حکومت افغانستان و جامعه جهانی را مبنی بر آتش بپذیرند پیش از این هم بارها رئیس جمهور از طالبان درخواست آتش بس کرده خواست که سوی طالبان توکن نادیده گرفته شده است در حالی که مذاکرات صلح در قطر جریان دارد حملات و خشونت طالبان نیز در کشور ادامه دارد مقام های حکومت افغانستان می گویند دیان طالب با آغاز مذاکرات حملاتشان را شدت بخشیدن این در حال است که خواسته های طالبان فین وزارت کلیدی ارتش و یک نظام اسلامی خبرگزاری افاق مذاکرات رسمی دولت و طالبان در دهه جریان دارد هنوز دو طرف خواسته های اصولی خود را رو در رو همدیگر نگفتند اما تقریبا مشخص است که کدام طرف چی می خواهد. دولت افغانستان بارها ادعا کرده که جمهوریت قانون اساسی نیروهای امنیتی و دستاوردهای 18 ساله غیر قابل معامله هستند و این ظرفیت را دارند که طالبان را در درون خود هضم و ضعب کنند طالبان اما از ابتدا تصریح کردند که نظام اسلامی می خواهند هایی که نخستین معنا و پیامد آن این است که نظام کنونی اسلامی نیست این خواسته طالبان در عین حال نگرانی های گسترده ای را برانگیخته است زیرا بیم آن می رود که هدف از آن احیای رژیم امارات باشد گرچه طالبان تاکید کردند که اسم برای آنها امنیت ندارد و شاید دو طرف روی نام مثل دولت اسلامی توافق کنند اما آنچه ممکن است این نکته است که آنها از اصول و ارزش های آدیولوژی خود نمیگذارند و در صداد اعمال و تحمیل آن هستند در این رابطه به تازگی برخی از اعضای ارشد عیت طالبان گفتند که حتی اقل باید پنج وزارت کلیدی به این گروه داده شود و جانگیان طالب نیز برتش مدغم شوند این گروه از اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوحه در گفتگو با شبکه خبری سی بی سی امریکا نظام کنونی افغانستان را فاسد خوانده و گفتند که این گروه خواستار سهم قابل ملاحظه در حکومت آینده هستند یک عضو برجسته طالبان به این شبکه گفته است که حداقل باید پنج وزارت کلیدی به این گروه داده شود و جنگیان و طالب نیز به ارتش در زیر چتر یک نظام اسلامی مدغم شوند اعضای دفتر سیاسی طالبان همچنین گفته است که با حضور زنان در کابینه مخالفت ندارند و به حقوق اقلیت ها نیز پابند میمانند اما با حضور زنان در کرسی نخست وزیری یا سر محکمه مخالفند صدق صدقی سخنگوی ریاست جمهوری صحبت طالبان پیرامون ارتش را خلاف روحیه روند صلح خوانده است پاسخ سخنگوی دولت بخودی خود نشان میدهد که تقاضای طالبان تا چی میزان بحث برانگیز است و پذیرش آن از سوی دولت چقدر دشوار می باشد بدیهی است که وقت جزئیات این اهداف روشنتر شود تازه ابعاد جنجال برانگیز آن پدیدار خواهد شد اینکه منظور از پنج وزارتخانه کلیدی دقیقا کدام وزارتخانه ها است این که چی میزان از شب نظامیان و طالبان در ارتش مدغم شوند و این که نظام اسلامی طالبان چی شاخص و ویژگیهای خواهد داشت بدون روشن شدن جزئیات این خواسته ها می توان حد زد که طالبان چه می و در بلند مدت چه هدف را در چارچوب این خواسته های محدود اما بسیار بزرگ دنبال می کند. آنها پنج وزارت کلیدی را می که احتمالا شامل وزارت های دفاع، داخله، خارجه، مالیه و عدلیه خواهند شد به همین ترتیب استقرار عناصر طالبان در رأس این وزارتخانه ها ظرف چند سال یا حتی ما کلی ساختار نهادهای های مهم و استراتژیک دولت را طالبانی می کند و در نتیجه طالبان برای تسلط کامل بر کلیه حکومت آماده می شود منظور ادغام ده هزار جنگجوی طالبان در ساختار نیروهای مسلح به ویژه ارتش ملی نیز بدون شک استخدام نیروهای ساده و پیاده آن گروه نیست بلکه طالبان در نظر دارند تا با مستقر شدن در پوزهای کلیدی ارتش نیروهای مسلح را از درون تسخیر کرده و به همین ترتیب در آینده نیروهای مسلح را از نظر قومی و ایدئولوژیک به نفع خود سازماندهی کنند استقرار نظام اسلامی هم با اصلاح اصولی قوانین معزه و جایگزین کردن آن با سیستم شریعت با قرائت سختگیرانه خشک و خشن طالبانی هم را خواهد شد که کمترین پیامد آن فکس و نقص کامل ساختارهای دیموکراتیک و مردم نهاد و تعریف سازوکارهای مسخور شده و سنتی مانند شورای حل و عقد و بیعت و غیره خواهد بود البته دامنه پیامدهای این امر تنها به عرصه حکومتداری محدود نمی شود و احتمالا شاید ارجایی به روحیه قوانین شرعی در حوزه مسائل جزایی و کفری بدون توجه به اقتصاد زمان، تغییرات تاریخی، قواعد حقوقی و احکام شرعی و غیره هم خواهیم بود. بر این اساس خواسته های سیگانه، منسجم و محدود طالبان در میز مذاکره عامل هداف پیام ها و پیامت بسیار گسترده در همه حوزه هاست که در نهایت به استقرار کامل امارات اسلامی و تسلط به طالبان بر همه گلوله های قدرت و حکومت منتهی خواهد شد. ترامپ طالبان را بسیار قاطع و باهوش توصیف کرد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طالبان را بسیار قاطع و باهوش توصیف کرده است با گزارش روی ترس ترامپ روز جمعه در یک نشست خبری در کاخ سفید طالبان را گروه بسیار باهوش و قاطع خون و اعلام کرد که امریکا با آنها به شکل مطلوبی تعامل می کند او گفته است ما با طالبان به شکل خیلی خوب تعامل می کنیم آنها بسیار مصمم و باهوش هستند اما همان طوری که خودشان می دانند 19 سال از جنگ گذشته است و اوگنون از جنگ و درگیری خسته شدند رئیس جمهور امریکا گفته است که دولتش برای کاهش تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان به کمتر از 4000 نفر تا دو هفته آینده اقدام می کند این گفته های ترامپ در حال مطرح می شود که مذاکرات اصول میان دولت و طالبان جریان دارد یک هفته پیش این مذاکرات گشایش یافت اما تا اکنون آجندای آن روشن نیست به گفته برخی منابع آیت دولت افغانستان تاکید دارد که در نخست در مورد آتش بس بس می شود اما آیت طالبان معتقد است که باید در ابتدا درباره نظام آینده کشور مذاکره شود سپاس که تا این هم با ما بودید برای ویدهای بیشتر چینل را دنبال و سبسکرایب نمایید